مجموع اعداد طبیعی 1 تا 1000 کدام است؟ خب اون بچه‌ای که فیلم‌های آموزشی منو دیدن یا حالا آزمون‌های قبلی رو دیدن میدونن که یه فرمول خیلی کاربردی، بسیار کاربردی برای سال 7م، 8م، 9م دارم. اونم همینه. جمع اعداد صحیح. خب که یا اعداد طبیعی، اعدادی که فاصله‌شون یکسانه، اعداد پشت سر هم. خب خواستیم جمعش رو به دست بیاریم، 3 تا فرمول باید به دست بیاریم. یه فرمولمون تعداده. از 1 تا 1000 چند تا عدد داریم؟ همینطوری اگه از ما بپرسیم یا 1000 تا داریم دیگه، چه سوالی داریم پرسی؟ 1, 2, 3, 4 تا 1000 میشه 1000 تا. اما فرمولش میشه چی؟ من به صورت شفاهی میگم، تو خاصی یادداشت کن برای خودت. میشه عدد بزرگتر منهای عدد کوچیکتر تقسیم بر فاصله به اضافه 1. عدد بزرگه 1000، عدد کوچیک 1، فاصله اعداد طبیعی 1 1، آخرش هم یه به اضافه 1 داره. این فرمول تعداده که این میشه 999 تقسیم بر 1 میشه 999 به اضافه 1 میشه 1000. تو این سوال آسونه، ولی اگه از ما میپرسید مثلا از 178 تا 1258 چند تا عدد داریم، بعد از این فرمول استفاده میکردیم. تعداد اعداد رو بهت میگه، درست میگه، تعداد اعداد. بعد فرمول بعدیمون چیه؟ میانگینه. باز من شفاهی میگم، دوست داشتی بنویس. میانگین توی همچین اعدادی از 1 تا 1000 میخوای میانگین همشونو بگیری، میشه عدد بزرگتر به اضافه عدد کوچکتر تقسیم بر 2 میشه چقدر؟ میشه 1001/2. آقا اعشاری در میاد، حل بکنم؟ میگم نه، همینطوری نگرد. فرمول تعداد، فرمول میانگین. اما فرمول سوم، فرمول سوم میشه فرمول جمع. جمع حاصل جمع، حاصل جمع میشه چی؟ برابر با ضرب این دوتا. حاصل جمع ما میشه برابر با ضرب این دوتا، تعداد ضرب در میانگین. تعدادمون چقدره؟ 1000. میانگینمون چقدره؟ 1001/2. که این دوه با این 1000 ساده میشه، اگر ساده بکنیم میشه این 1، اینم میشه برابر با 500. 500 رو باید ضرب در این بکنی که جوابت میشه برابر با 500. 500 یعنی گزینه شماره 4.